باید مقامی شایسته به عنوان محل استقرار ابدی رمز مطهر حضرت عبدالبها بنا گردد، اکنون زمان آن فرا رسیده است. سایت خبری جامعه بهایی، آغاز پروژه تاریخی پیروزی آرامگاه حضرت عبدالبها شروع شد. محلی که برای این آرامگاه در نزدیکی باغ رضوان در عکا انتخاب شده، آماده شده و پیریزی ساختمان در حال پیشرفت است. همزمان با این پیشرفت‌ها، کار ساخت و ساز آرامگاه با بررسی دقیق ترکیب زمین و زهکشی سایت از طریق حفر 29 چاهک شروع شد. در مرحله بعد، به منظور تسهیل حرکت ماشینالات سنگین بر روی خاک نرم، حتی در آب و هوای مرطوب زمستان، یک سکوی 50 سانتی متری از سنگ فشرده بر روی محوطه ای دایری شکل به قطر 170 متر قرار گرفت که محوطه آرامگاه و زمین‌های اطراف آن را در بر می‌گیرد. شمع‌های بتونی که در حال حاضر فونداسیون ساختمان مرکزی بر روی آنها در حال ساخت است، در عمق 15 متری در زمین ایجاد شدند. همکاری با مسئولین منطقه ضروری بوده است، چه به منظور گرفتن مجوزهای لازم برای ساخت و ساز و چه برای معرفی پروژه به ساکنین محله‌های اطراف و یا تبادل نظر با مسئولین آثار باستانی اسرائیل برای حصول اطمینان نسبت به محافظت از تاریخ غنی این منطقه. در طول فرایند طراحی، عوامل زیست محیطی به دقت مورد توجه قرار گرفته. باغ رضوان که در زمینی کم ارتفاع در ساحل دریای مدیترانه قرار دارد، با احداث دیوار حائل و سایر تأسیساتی که چندین سال پیش ساخته شدند، از خطر سیلاب محافظت شده است. آرامگاه بر روی خاکریزی با شیب ملایم ساخته خواهد شد که بنای مرکزی را چندین متر بالاتر از سطح دریا قرار می دهد. حضرت عبدالبها چندین دهه ساکن عکا بودند. ایشان به عنوان یک زندانی و یک تبعیدی همراه با پدرشان حضرت بهاءالله وارد این شهر شدند. با وجود وقایع ناگوار و سختی هایی که در عکا متحمل شدند، این شهر را خانه خود میپنداشتند و خود را وقف خدمت به مردمانش به خصوص فقرای آن نمودند. با گذشت زمان ایشان در سراسر منطقه شناخته شدند و مورد احترام قرار گرفتند. حضرت عبدالبها سالهای آخر زندگی خود را در حیفا گذراندند و پس از درگذشت پیکرشان در آرامگاه حضرت باب استقرار یافت. وقتی پیکر مبارک ایشان به این آرامگاه ابدی منتقل شود، عکا شاهد بازگشت شخصیتی خواهد بود که اثری جاودانه بر این شهر برجا گذاشته است.